بنده فکر میکنم بین تمام تعریف ها و تجلیل های آقا رسول الله از حضرت زهرا سلام الله علیها این حدیث و این روایت از همه اون تعریف ها مهم تره بالاتر از این بنده هنوز پیدا نکرده اتفاقا این حدیثیه که هم شیعیان در کتاب هاشون نقل کردن هم عامه و اهل سنت در کتاب هاشون آوردن که خرج رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و هو آخذون به ید فاطمه خوب گوش بدین یعنی آقا رسول الله الاعظم از منزلشون بیرون اومدن در حالی که دست حضرت زهر سلام الله علیه ها رو گرفته بود و قال من عرفها فقط عرفها و من لم یعرفها فانها فاطمه بنت محمد فرمود هر که ایشونو میشناسه که میشناسه هر که نمیشناسه بدون ایشون فاطمه دختر منه خب یا رسول الله چی بگی چه مقدماتی فراهم کردی شما رسول خاتم کسی که حامل کامل ترین پیام های آسمانیه کسی که مقتدای همه انبیاست کسی که صادر اوله و هجاب آخر خدا او داره حرف میزن بعد فرمود که وحیه بوعتون منی فاطمه پاره ای از وجود منه ما ها معمولا تو ترجمه میگیم پاره ای از تن من پاره تن من نه بگیم پاره ای از وجود من چون خود حضرت این پاره تن رو معنا کرده به یه شکلی دیگه فرمود وحی قلبی فاطمه قلب من وحی روحی اللتی بین جنبی فاطمه روح منه همون روحی که بین دو پهلو دارم چرا جناب آقای حیدری این قید و زد پیغمبر خدا بر اینکه یه وقت من و شما برای مردم ترجمه نکنیم یعنی حضرت زهرا به منزله روح رسول الله نه این غلطه به مانند روح رسول الله این هم غلطه آقا رسول الله میفرماد فاطمه روح منه همان روحی که بین دو پهلو دارم یعنی اگر از شما بپرسن فاطمه کیه شما میتونی بگی روح رسول الله حضرت زهرا کیه قلب رسول الله آقا رسول الله خودشون به این شکل معرفی کردن حضرت زهرا حالا یا رسول الله چی شد آمدین بین مردم فرمودید فاطمه پاری از وجود منه فاطمه قلب منه فاطمه روح منه چی میخواین بگین یا رسول الله فرمودن من آذاها فقط آزانی و من آزانی فقط الله تمام اونا شاید مقدمه بود برای اینکه حواست... حواستون باشه به این مطلب هر کس فاطمه رو اذیت کرد دقیقا مرا اذیت کرده چون فاطمه روح منه، قلب منه درست شد هر کس منو اذیت کنه خدا رو اذیت کرده حالا آقا مگه چی میشه کسی خدا رو اذیت کنه پیغمبر خدا رو اذیت کنه چی میشه این آیه رو میخونیم براش میگیم ان الذين الله و رسوله لعنه الله في الدنيا و آخره و عدل لهم عذابا مهینا خیلی آیه عجیبیه خدا فرموده ای رسول من هر کس منو اذیت کنه تو رو اذیت کنه من در دنیا و آخرت لعنتش کردم لعنتش میکنم و عذاب خار کننده براش تهیه دیدم که نصیبش خواهد شد از حضرت زهرا سلام الله علیها مساوی با لعنت همیشگی خدا پناه بر خدا از اینکه کمترین جسارت و اذیتی به ساحت مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها کسی روا بده